تنها جنگ جمهوری اسلامی ایران، تنها جنگ تاریخ ایران پس از انقلاب 1357. در این جنگ ایران و عراق با هم جنگیدند. جنگ ایران و عراق. این جنگ به عنوان طولانی ترین و خونین ترین جنگ قرن بیستم در منطقه شناخته می شود که حدوداً 8 سال به طول انجامید. آغاز این جنگ در 22 سپتامبر 1980 بود، زمانی که عراق در واکنش به نفوذ هواپیماهای ایرانی به حریم هوایی این کشور و بمباران پاسگاه‌های مرزیش فرودگاه‌های داخل ایران را بمباران کرد. جنگ از مرحله ای به مرحله دیگر تبدیل شد. از جنگ فرسایشی بین ارتش‌های عراق و ایران به جنگ موشکی بین دو کشور و سپس کنترل شبه جزیره فاو توسط نیروهای ایرانی. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه نبردهای آزادی با بازپسگیری فاو توسط عراق در 17 اوریل 1988 آغاز تا پس از انجام نبردهای دیگر این جنگ با پذیرش آتش بس توسط ایران به پایان رسید. بارزترین علل این جنگ خونی، مناقشه مرزی که دو کشور نفت خیز با تقسیم رودخانی شط العرب از طریق قرارداد الجزایر در سال 1975 تلاش کردند به آن پایان دهند، اما عراق در 17 سپتامبر 1980 اعلام کرد که این قرارداد را لغو کرده است. این تنها جنگی بود که ایران علناً وارد آن شد و پس از آن این کشور اصل جنگ‌های نیابتی را برای انتقال درگیری‌ها به خارج از قلمرو خود و نمایش قدرت و تلاش برای تحمیل خود در منطقه اتخاذ کرد. تهران از شبکه عوامل خود مانند حزب الله لبنان، شبه نظامیان حوثی در یمن، حماس، جهاد فلسطین و سایر گروه‌های مستقر در سوریه، عراق و حتی آفریقا حمایت نمود. ایران و اسرائیل سالها در عملیات‌های مخفیانه علیه یکدیگر تحت عنوان جنگ در سایه شرکت کردند. اسرائیل مدعی است که ایران خواستار نابودی آن است و بزرگترین تهدیدش می‌باشد، در حالی که ایران اسرائیل را دشمن خود می‌داند، چرا که اسرائیل در کنار آمریکا ایستاده و سنگری در برابر رشد ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. اما به نظر می‌رسد که پس از 17 اکتبر توازن به هم خورده و تهران دیگر نمی‌تواند به آسانی از درگیری‌ها دور بماند. بدترین ضربه‌ای که ایران متحمل شد ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در خاک خود بود. این ترور به معنای نفوذ دوباره اسرائیل در عمق ایران است، پس از آنکه ایران قبلاً تصویری بسیار قدرتمند از خود به عوامل و حامیانش ارائه کرده بود. در واکنش به اقدامات اسرائیل، آیا تهران جنگ نیابتی را کنار خواهد گذاشت و خود مستقیماً وارد جنگ خواهد شد؟ نظر با شماست.